محمد علی جمالزاده در 23 دی ماه سال 1270 خورشیدی در اصفهان متولد شد. پدر وی سید جمال الدین واعظ همدانی معروف به اصفهانی از خاندان بزرگ صدر در لبنان و مادر او مریم فرزند میرزا حسن باقرخان از اعیان شهر اصفهان. پدر جمالزاده از خطیبان مشروطه خواه بود و خانه آنها در اصفهان در محله بیداباد و نزدیک به چهارسوی علی قلی بود. جمالزاده در 4 سالگی نزد زنداییش که زن باسوادی بود الفبا را یاد گرفت و پس از آن به چند مکتب می رود، اما چون از همان جلسه اول فلک می شود خیلی زود آنجا را ترک می کند. او به چند مکتب دیگر جهت تحصیل مراجعت می کند، اما هیچ کدام با طبع لطیف و مذاق وی خوش نمی آید. تا اینکه مادرش او را در بازار نزد میرزا حسن صحاف می گذارد تا هم شاگردی کند و هم از او درس بیاموزد. جمالزاده بعدها در خاطرات خود می گوید تازه آنجا معنی خواندن و نوشتن را فهمیدم و کم و بیش دستگیرم شد که منظور از یاد گرفتن این علامتهای کج و معوج که به نام حروف و حرکات چون کرمهای زیانکار از اولین دوره کودکی به مغز و ریشه عمر اطفال معصوم می افتد و تا دم مرگ شیره جانشان را می مکند چیست؟ اینجا قرآن مسجده که تاریخ تولد ما توش نوشته. میخواد ببینید؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. نورچشم محمد علی متولد شد در شب 12 ماه جمادی الاخره 1309 که میشه 12 این رو بعد خودم نوشتم 12 ژانویه 1892. اینا تمام فامیلم هستن. اونا کتاب هاییست که خودم نوشتم، اونها به این طرف کتاب هاییست اینجا رو به رو. واعظ اصفهانی در اصفهان زندگی میکرد، اما غالباً برای وعظ به شهرهای مختلف سفر میکرد. جمالزاده پس از 10 سالگی پدر خود را در برخی از سفرها همراهی می‌کرد. وی به همراه خانواده در سال 1321 به تهران مهاجرت کرد. جمالزاده حدود 12 سال بیشتر نداشت که پدرش او را برای تحصیل به بیروت فرستاد. در دوران اقامت او در بیروت، اوضاع سیاسی ایران تغییر کرد. در آن زمان محمد علی شاه قاجار مجلس را به توپ بست و هر یک از آزادی خواهان با مشکلاتی مواجه شدند. پدر جمالزاده خود را به همدان رساند تا از آنجا به عتبات فرار کند، ولی در آنجا دستگیر شد و به بروجرد برده شد و امیر افخم حاکم بروجرد دستور اعدام او را صادر کرد. جمالزاده در بیروت با ابراهیم پور داوود و مهدی ملکزاده فرزند ملک المتکلمین چندین سال هم دوره بود. در سال 1910 تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به اروپا برود. سپس از راه مصر عازم فرانسه شد. در آنجا ممتاز السلطنه سفیر ایران به وی پیشنهاد کرد که برای تحصیل به لوزان سوئیس برود. وی تا سال 1911 در لوزان بود، پس از آن به شهر دیژون در فرانسه رفت و دیپلم حقوق خود را از دانشگاه آن شهر گرفت. بر من خیلی جالب است وقتی که خوندم یک پدر معمم و روحانی روی پشت بام نشستن در قم و به ابرها نگاه میکنه و به پسراش میگه که به من بگید که
چه اشکالی، چه شکلهایی، چه تصویرهایی میتوانید از داخل اون ابرها ببینید و تصور کنید و برای من توضیح بدید. همینجا هست که جمالزاده میگه به نظرم که من این تخیل و تصور داستان نویسی من تأثیرشو از اون بعد از ظهری گرفت که پدر من به من ابرها رو نشون داد و گفتش که تصور کن که چه اشکالی میبینید. جمالزاده در بحبوح جنگ به سال 1915 به قصد همکاری با گروه ایرانیانی که مجله کاوه را تأسیس کرده بودند راهی برلن می شود. در آنجا با کاظم‌زاده ایرانشهر، محمد خان قزوینی، حسن تقی‌زاده، رضا تربیت و ابراهیم پور داوود آشنایی پیدا می کند و مقالاتی هم به امضای مستعار شاهرخ در مجله کاوه می نویسد. همزمان با جنگ جهانی، کمیته‌ای به نام کمیته میلیون به رهبری سید حسن تقی‌زاده برای مبارزه با روسیه و انگلیس در برلن تشکیل شد. این کمیته جمالزاده را به همکاری دعوت نمود. وی در سال 1915 به برلن رفت و تا سال 1930 در آنجا اقامت داشت. پس از اقامت کوتاهی در برلن برای مأموریت از طرف کمیته میلیون به بغداد و کرمانشاه رفت و مدت 16 ماه در آنجا اقامت داشت. در بازگشت به برلن مجله کاوه وی را به همکاری دعوت کرد و تا تعطیلی مجله در مارس 1922 به همکاری خود با تقی‌زاده ادامه داد. پس از تعطیلی مجله کاوه سرپرستی محصلین ایرانی در سفارت ایران را به عهده گرفت. وی به مدت 8 سال این مسئولیت را به عهده داشت تا اینکه در سال 1931 به دفتر بین‌المللی کار وابسته به جامعه ملل پیوست. پس از بازنشستگی در سال 1956 از برلن به ژنو رفت و تا پایان عمر در آنجا اقامت داشت. این برادرم این تقی‌زاده است که 15 سال با همیگه کار کرده. این رئیس موزه یکی از موزه حیوانات ژنو که با من دوست هست. این زنمه. این خودم هستم با زنم. این ها دوستان قشقایی من هستن. این همه منیر خانون است که دختر خواهر من که در پایین دیدی. این دخترش است. این پسر، این برادر منه که در پسر برادرم است که در لس آنجلس زندگی میکنه. داستان نویسی تا قبل از جمالزاده انسجام خاصی نداشت و نویسندگان از سبک خاصی پیروی نمی‌کردند. به همین دلیل گاهی اوقات میان سبک‌های نگارشی آنها تداخل به وجود می‌آمد و باید کسی پیدا می‌شد تا به این نابسامانی‌ها سامان بخشیده و برایش به طور غیر مستقیم قوانین ایجاد نماید. البته این کار قدری جسارت می‌خواست، چرا که هر گونه تغییری ممکن بود خشم سنت‌گرایان ناآگاه و یا مغرضان آگاه را برانگیزد. انتشار کتاب یکی بود یکی نبود در سال 1300 خورشیدی در برلن توانست نام محمد علی جمالزاده را به عنوان پیشوای نوول یا پدر داستان نویسی برای همیشه در تاریخ ثبت نماید. داستان کوتاه بسیار دیرتر از رمان در ایران به وجود آمد، زیرا ترجمه نمونه های اروپایی اینگونه آثار نیز دیرتر از رمان در ایران منتشر شده. شاید نخستین بار در مجله بهار بود که بعضی از نوول‌های اروپایی ترجمه و نشر یافت. چایگین، خاورشناس روس، در مورد جمالزاده و اثر معروف او یکی بود یکی نبود چنین آورده است: تنها با یکی بود یکی نبود است که مکتب و سبک رئالیستی در ایران آغاز یافت و همین سبک و مکتب است که در واقع شالوده جدید ادبیات داستانی در ایران گردید و فقط از آن روز به بعد میتوان از پیدایش نوول و قصه و رمان در ادبیات هزار ساله ایران سخن راند. من 77 ساله که از ایران بیرون آمدم. در 1908 میلادی رفتم به بیروت برای تحصیل در بیروت. از اون بعد دیگر در واقع پس از شهادت پدرم در خارج از ایران موندنی شدم. امروز تأسف ندارم که خارج از ایران موندنی شدم. من در بهار 1908 از ایران بیرون آمدم. در تابستان همون سال پدرم شهید شد.
پدر من از شهدای مشروطیت ایران سید جمال واعظ یرسانی که در باب او کتاب ها نوشته شده مراجع معرفی نیست. ولحاظا مادرم به من نوشت از تهران که ما یک پول یک شاهدی برای تو نمیتونم بفرستم، هر طور شده برگرد به ایران. ولی من نتوانستم برگردم، خدا خواست، قضا و قدر خواست، از تو فرام آمد که در خارج موندم. البته گاهی خیلی به من سخت گذشت، گاهی هم راحت بودم، آسوده بودم، روی هم رفته، از زندگانی خودم خوشبخت هستم و اون چه نوشتم همه در چیزهایی که در خارج از ایران نوشتم. گاهی در حکم تبعیدی پیدا کردم وقتی کتاب خلقیات ایران را نوشتم که همین اخیراً چند ماه پیش مرتبه دوم در امریکا چاپ شد، اونجا مراتبی را تا یه اندازه نشان دادم. یکی از عواملی که سبب شد تا سبک نگارشی جمالزاده در ایران به عنوان تلیعه‌ای در ادب فارسی مطرح شود، توجه به ساده نویسی به شیوه غرب. این در حالی بود که در کشور ما تا آن زمان غامز نویسی حسن محسوب می شد و آن را نشانه فضل می دانستند. مجموعه داستان یکی بود یکی نبود که عنوان خود را از فاتحه کلام قصه سرایان ایرانی گرفته، اولین کتابی بود که برخلاف عادت به زبان محاوره یا معمولی نوشته شده بود. مقدمه معروف او بر کتاب یکی بود یکی نبود به منزله مانیفست یعنی بیانیه ادبی است که به مکتب جدید نویسندگی در ایران رسمیت بخشیده است. البته باید به این نکته توجه داشت که تحول نثر فارسی در ایران باری نبود که حمل آن فقط بر دوش جمالزاده سنگینی کرده باشد، بلکه دیگران در حمل این بار سهمی به سزا داشتند. دکتر خانلری در این خصوص اظهار می‌دارد: در این شیوه جمالزاده مبتکر نیست. اگر از ترجمه تمثیلات آخونزاده و ترجمه حاجی بابا چشم بپوشیم، افتخار این سبک با داستان نویسی ده خداست که در روزنامه سور اسرافیل مقالات نیشدار دارد. وی هجو و انتقاد اجتماعی به امضای دخو نوشت و اولین بار الفاظ و تعبیرات عامیانه را در آثار ادبی اجازه ورود داد. اما جمالزاده اصول و قواعد این شیوه را نوشته و آن را به عنوان یکی از ملکیت‌های ادب فارسی اعلام کرده است. نکته ای را که تمام صاحب نظران در مورد جمالزاده به آن اذهان دارند، آشنا بودن او به اصول داستان نویسی به شیوه غربی و اعلام رسمیت بخشیدن آن از طرف او می باشد. جمالزاده نه تنها داستان کوتاه اروپایی را به ایران آورده، بلکه نخستین مؤلف یک کتاب علمی جدید با نام گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران به روش غربی به زبان فارسی نیز هست. داستان‌های جمالزاده عموماً رنگ و بوی خاطره و خاطره نویسی را دارند. خاطراتی که از دوران کودکی در ذهن نویسنده مونده و از نزدیک با آنها دمخور بوده است. رضا نظرگاه یا زاویه دید جمالزاده در داستان‌های کوتاه و رمان‌هایش غالباً اول شخص مفرد است. من یکی از آدم‌های اصلی است که معمولاً نماینده نویسنده است و داستان‌ها را روایت می‌کند. کسی که در مرکز رویدادها و ماجراها قرار دارد یا به هر ترتیبی در معرض حوادث قرار می‌گیرد. گزینش نظرگاه اول شخص مفرد نشانه علاقه نویسنده به گونه خاطره نویسی و حدیثی نفس است و چنان که خود جمالزاده بارها گفته است، او بسیاری از داستان‌هایش را بر اساس خاطرات خود و اغلب خاطرات دوره جوانیش نوشته است. یکی دیگر از ویژگی‌های بارز نثر جمالزاده مردمی و عامه‌پسند بودن آن است. جمالزاده نثر را از انحصار افراد تحصیل کرده و خودمدار بیرون می کشد و آن را در اختیار همگان قرار می دهد. دیگر اینکه تقریباً در همه داستان‌های جمالزاده نقش مطلق خیر و شر و عواملی نظیر سرنوشت و بخت و اقبال برجسته و تعیین کننده است. این نقش برجسته و تعیین کننده را می توان در آغاز و میان و پایان خوش داستان‌ها دید. چنان که می دانید که اولین کتاب من در 1921 یا 22 چاپ شد، پس حالا می شد 65-6 سال. 8-9 سال بعد از من در ایران روزنامه ها شروع کردن با انشاء آسان‌تری عوام‌پرستی‌تری که مردم بفهمند، به عقیده خودم همینطور که در مقدمه کتابم نوشتم به طرز سلوک دموکراسی چیز بنویسند. و در اون زمان یکی دو نویسنده پیدا شد، ولی نویسنده ها خیلی کم بودن. از اونجا بود مسعود دهاتی که بعد مقتول شد،
و حجازی. ولی بعدها کم کم در حدود 10 سالی بعد از اون نویسنده ها زیاد شدن که از اون جمله سرسلسله همه اونها مرحوم صادق هدایت و بعد کم کم زیاد شدن بزرگ علوی و نویسنده های بزرگ. الان امروز ما در ایران چندین نویسنده بسیار خوب داریم که از اون جمله اسم محمود دولت آبادی رو میبرم. آدم های داستان های جمالزاده با وجود تفاوت های شأن از لحاظ شغل و مقام و جنس و سن کما بیش به یک زبان و به همان زبان عوامانه کوچه بازاری سخن میگویند. طنز جمالزاده برخلاف طنز هدایت پیچیده و تاریک و ژرف نیست. صریح و روشن و دلنشین است. آثار این طنز را به صورت گزنده و نیشدارش میتوان به سادگی در بیشتر داستان های یکی بود یکی نبود یافت. از دیدگاه روح الله مهدی‌پور چند عیب همواره زبان و نثر جمالزاده را آسوده نگذاشته که اهم آن از این قرار است: 1. دل نکندن از نثر مقاله‌ای. 2. بس آمد واژه‌های هم معنی و زیاده روی در به کار بردن مترادف. 3. استفاده از آرایه‌های ادبی و صنایع لفظی. 4. استفاده از لغات عربی و اروپایی. 5. به کارگیری صفتهای پیاپی و همسنگ برای یک نفر. 6. بزرگ نمایی در مانندگی کسی به چیزی یا کسی. 7. میل به سبک و سیاق گذشتگان و نوشته های باستانی. من از همون طفولیت چون در تحت نظر محمد قزوینی، مرحوم محمد قزوینی و مرحوم تقی‌زاده کار میکردم، این دو نفر به من کمک میکردن، به من راهنمایی میکردن، نمیذاشتن من منحرف بشم. بلحاظا از همون کتاب اول من آثار فارسی نویسی و ایران دوستی و ایران طلبی مشهوده. ولی البته من در مدرسه مغرب زمین تربیت شدم و من از نویسنده های بزرگ فرانسه و آلمان اینها خیلی استفاده کردم، ولی خود من هم میدانم که تقلید در میان نبوده. من فهمیدم که باید چیزهایی نوشت که به درد مردم بخوره، هم به درد مطلوب بخوره و هم دلپذیر باشه، مردم خوششون بیاد که بخوانن. برخی از داستانهای جمالزاده عبارتند است: یکی بود یکی نبود 1300، دارالمجانین 1321، سر و ته یک ارباس 1323، تلخ و شیرین 1334، صندوقچه اسرار 1342، قصه های کوتاه برای بچه های ریشدار 1352، قصه ما به سر رسید 1357. آثار ترجمه‌ای جمالزاده بر دو نوع هستند. قسمتی آنهاست که پیروی از متن را الزامی دانسته است، مانند آثار شیلر و مولیر، و قسمت دیگر آنهاست که خود را ملزم به تبعیت از اصل نمی دانسته و برای مناسب ساختن متن با ذوق خواننده ایرانی در آنها دست برده و به آرایش زبانی و تعبیراتی آنها پرداخته است. جمالزاده در ترجمه مانند اغلب مترجمان متقدم ما سلیقه و نظر مخصوصی دارد که به آداپتاسیون و ترجمه آزاد معروف است، که خود او آن را روسازی می‌نامد. مثلا تهران را به جای پاریس می‌گذارد و امروز را به جای 40 سال پیش. من توی یک کتابی دارم اسم صحرای محشر، نمیدونم شما او را دیدید. در اونجا نوشتم که من وقتی که رفتم پای میزان دیدم جمعیت دنیا، آخه جمعیت دنیا که بعد در روز قیامت باید ببین باشه 100 میلیارد آدم باشن دیگه در اون منم در اون آخرها وایسادم. سالها طول میکشد نگه نوبه من برسه. سالم در روز قیامت 40,000 ساله هر سالی. گفتم من میرم وقت گردش بکنم، خسته شدم از این وزیجه وایسادم توی جمعیت. رفتم توی سهره و یه لمی از لایتنهایی برای گردش گذاشتم. خیلی راحت بودم، نفس به آزادی میکشیدم. رسیدم به یه جایی، دم یک مردی روی یک سنگی پای یک کوه نشسته، تمام آثار عظمت و جلالت در این مرد جمعه، اساس صورت، اساس لباس، اساس تاجی که بر بسیار پادشاه.
نزدیک شدم سلام کردم، جواب سلام مرا داد، گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم حقیقت شاید عرض میکنم خسته شدم از بس اونجا وایسادم، آمدم یک وقت آزاد برم گردش بکنم. گفت تو هم که مثل من هستی. گفتم که اسم تو چیه؟ گفتم اسم من محمد علی. گفت اسم خانوادی؟ گفتم جان. گفت نشنیدم من، نشنیدم من. در صورتی من هم روی زمین بودم یه اسم نشنیدم. گفت به نظرم به گوشم رسیده. گفتم اسم جناب عالی چیه؟ گفت من رو همه میشناسید. گفتم والله من به گوشم. گفت من شیطان هستم. گفتم گفت مرا خدا چرا مغضوب کرد؟ برای اینکه وقتی آدم رو خلق کرد گفت که به ما ملائکه که در آسمان هزارها سال عبادت کرده بودیم به ما گفت که این را من از گل و از خاک خلق کردم و شما را از نور بروید به او ستایش بکنید. همه رفتن ستایش کردن. من یه نفر گفتم من از نور ساخته شدم، هزارها سال ستایش و عبادت تو را که محال است دارم ستایش خاک جسیف را بکنم. قد اوغازش تلق شد خدا که من اطاعت نمی کنم، مرا مغضوب کرد، مرا فرستاد به زمین که اهالی زمین رو گول بزنم. اما از تو چه پنهون؟ اهالی زمین اینقدر دست تو عقباز بودن که اونا مرا گول می زدن و با هم دوست شدیم و بعد ترتیباتی داره که کتاب آمده. محمد علی جمالزاده کتابی انتشار داد به نام دارالمجانین. یکی از قهرمانان این کتاب دیوانه ایست به نام هدایت علی خان که در دارالمجانین اسمش را موسیو گذاشته بود. انتشار این کتاب چند سال پس از تکثیر بوفکور در تهران ایجاد بحث و جنجال بسیاری کرد. در مورد واکنش صادق هدایت نسبت به این کتاب نقل قول‌هایی شده است. مجتبی مینوی که در آن زمان از نزدیکان صادق هدایت بود تأثیر این نوشته را بر هدایت چنین بیان کرده است. صادق هدایت پس از خواندن کتاب دارالمجانین گفت: جمالزاده به هیچ وجه نتوانست افکار یک دیوانه را مجسم کند و قصه ضعیفی است و هنری در آن به کار نرفته است. فقط خواسته که مرا در دارالمجانین بگرداند. در کتاب دارالمجانین و در بخش بوفکور می‌خوانیم هدایت علی خان بسیار خوش محضر و خوش صحبت و ظریف و نکته‌دان. هرگز با اون به خود کسی را ندیده بودم که زبان فارسی را به این سادگی و روانی حرف بزند. در ضمن کلام به قدری اصطلاحات پرمعنی و مناسب و بجا و ضرب المثل‌های دلچسب و بمورد و لغات قشنگ و نمکین کوچه و بازاری می‌آورد که انسان از صحبتش هرگز سیر نمی‌شد. یک روز که سردماغ بود در بین صحبت گفتم حالا که عدو سبب خیر شده است و در اینجا فراغتی داری چرا سرگذشت و افکارت را نمی‌نویسی که هم اسباب سرگرمی خودت باشد و هم یادگار خوبی از تو باقی بماند. گفت یقین داشته باش که در این دنیا خاموشی بهترین چیز هاست. پرسیدم در این صورت چرا این همه چیز نوشته ای؟ گفت من اگر چیزی نوشتم فقط برای احتیاج نوشتن بوده و محتاج بودم که افکار خود را به موجود خیالی خودم، به سایه خودم ارتباط بدم. از مشتبه مینوی نقل شده است که جمالزاده پس از این نامه ای عذرخواهانه برای هدایت نوشت، یعنی پیش خودش فکر کرده بود ممکن است به هدایت برخورده باشد و خواسته بود از سوء تفاهمی که پیش آمده جلوگیری کند. اما جمالزاده سالها پس از مرگ هدایت در نامه‌ای برای محمود کتیرایی چنین نوشت: آنچه من در کتاب دارالمجانین آوردم به قصد معرفی این جوان بسیار باهوش و باذوق و با آدمیت و با فهم. ما وقتی که صحبت می‌داریم از جمالزاده اون چه به ذهنمون میاد همونطوری که در اشارات سخنهای دوستان بود ساده نویسی هستش. ساده نویسی جمالزاده از کجا میاد؟ تا پیش از اون که جمالزاده پدید بیاد و قبل از اون علامه دهخدا پدید بیاد و قبل از اون یا همزمان با او شخصیت های مثل تقی‌زاده و زکال ملک و عرض دارم به حضورتون شخصیت های از این دست پدید بیان و پیش از اونها نویسندگانی مثل مراغعی و آخوندوف یا آخوندزاده پدید بیان، ادبیات ما در حقیقت نبود،
میم فرزانه درباره رابطه جمالزاده با صادق هدایت می نویسد: به خاطر دارم که در تهران در سال 1948 هدایت در مورد جمالزاده گفت: یکی بود و یکی نبودش خوب است. توی دارالمجانین هم تا دلش خواسته با من شیطنت کرده، اما پرسوناژ آنتیپاتیک نساخته. حال اینکه از وقتی افتاده به ریزه کردن اصطلاحات دیگر از کارش سر در نمی آورم. توجه نمی کند که هر طبقه ای اصطلاحات و زبان خودش را دارد. اصطلاح زنک شلخته را نمی شود تو دهان اداره جاتی گذاشت. انگار که این اصطلاحات رو توی یک کتابچه نوشته و با خودش برده به ژنو و هر وقت می خواهد معلوماتی صادر کند آنها را پشت سر هم ردیف می کند. بی جا، بی علت. چنان که از نامه های باقی مانده از هدایت و جمالزاده برمی آید، هدایت با وجود سوء ظنی که به اطرافیانش داشته به جمالزاده اعتماد می کند و 32 نسخه از 50 نسخه پولیکوپی شده بوفکور را از بمبئی برای شخص او به ژنو می فرستد که آنها را سر فرصت به وسیله مطمئنی به تهران برساند تا از گزند گمرک و بازرسی مسئول باشد. جمالزاده تقریبا هر کتابی را که دریافت می کرد می خواند و در حاشیه آن یادداشت‌های ذوقی یا انتقادی می نوشت. عادتش بر این بود که پس از خواندن کتاب تازه رسیده شمه ای از نظرات خود را برای مؤلف آن کتاب می فرستاد و اگر کتاب ارزشمند بود آن مطالب را در مقاله می آورد و در مجله ها چاپ می کرد. وی شاید نزدیک به 80 مقاله از این گونه داشته باشد. محمد علی جمالزاده را همراه با صادق هدایت و بزرگ علوی سه بنیانگذار اصلی ادبیات داستانی معاصر فارسی می دانند. داستان کوتاه فارسی شکرست را که در کتاب یکی بود یکی نبود او چاپ شده است، عموماً به عنوان نخستین داستان کوتاه فارسی به شیوه غربی می شمارند. این داستان پس از 1000 سال از نثر نویسی فارسی نقطه عطفی برای آن به شمار می رفت. به علاوه مقدمه جمالزاده بر کتاب یکی بود یکی نبود سند ادبی مهم و در واقع بیانیه نثر معاصر فارسی است. در این مقدمه جمالزاده مؤکداً بیان می‌کند که کاربرد ادبیات مدرن نخست با استاب فرهنگ عامه و سپس انعکاس مسائل و واقعیت‌های اجتماعی است. بنابر نوشته ثبت شده در کنسولگری ایران در سال 1370 پس از درگذشت او 26000 برگ از نامه‌ها، دست‌نوشته‌ها و عکس‌های او در خانه‌اش به سازمان اسناد ملی تحویل داده شده است. جمالزاده روز 17 آبان 1376 در شهر ژنو کنار دریاچه لمان درگذشت.